سیزدهم ماه ذی الحجة الحرام سالگرد ارتحال آیت الله العظمی حاج شیخ میرزا محمد تقی شیرازی رهبر انقلاب سال 1920 ملت عراق در برابر استعمارگران انگلیسی می باشد. همکارم به همین مناسبت گزارشی تهیه نموده که با هم می بینیم. آیت الله العظمی حاج شیخ میرزا محمد تقی شیرازی، معروف به میرزای دوم یا میرزای کوچک، از مراجع بزرگ شیعه و از رهبران قیام مردم عراق علیه سلطه انگلستان در سال 1920 میلادی است که با مجاهدت‌های خود سلطه و نفوذ انگلیس را در عراق از بین برد. آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی در کربلا و سامرا علوم دینی را نزد بزرگانی چون فاضل اردکانی، سید علی تقی طباطبایی و میرزا محمد حسن شیرازی فرا گرفت. بعد از درگذشت میرزای بزرگ، رهبری دینی و سیاسی متوجه او گردید و به تدریس و تربیت شاگردان پرداخت و پس از درگذشت مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مرجعیت مطلق شیعیان به او واگذار شد. او از علمای مجاهدی بود که در برابر تجاوز انگلیسی ها ایستادگی کرد و صدور فتوای وجوب نبرد با انگلیسی ها از مهمترین اقدامات مقابله با استعمار بود. هدف از این قیام بیرون راندن اشغالگران انگلیسی و ایجاد حکومتی مستقل بود. این قیام حدود یک سوم کشور را در بر گرفت و در بخش‌های میانی فرات و برخی استان‌های دیگر همچون ناصریه تداوم یافت. مورخان معتقدند بیشتر قبایل سنی به این قیام نپیوستند. مورخان نقش علما و روحانیون را در انقلاب 1920 عراق بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کردند. میرزای شیرازی رهبری قیام را بر عهده داشت. روحانیونی همچون سید ابوالقاسم کاشانی، شیخ محمود جواد الجزایری و سید محمد علی هبت الدین شهرستانی نقش پررنگی در این انقلاب داشتند. رهبران و رؤسای عشایر نیز تأثیر عمده‌ای در قیام داشتند. شیعیان عراق پس از اشغال شدن کشورشان در این اقدام تاریخی به رهبری مراجع و روحانیون شیعه قیام گسترده‌ای در برابر اشغالگران سازمان دادند. این قیام اگرچه به استقلال کامل عراق نینجامید، اما در شکست سیاست‌های دولت بریتانیا و پیدایش نخستین حکومت ملی در عراق تأثیر بسزایی داشت. از این عالم بزرگ تألیفات علمی متعددی بر جای مانده است. سرانجام آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی در 13 ذی‌الحجه 1338 هجری قمری در نجف درگذشت و پیکر او را در حرم امام حسین علیه السلام در کربلا دفن کردند. آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی طی سخنانی در مورد شخصیت این عالم بزرگ فرمودند: در تاریخ آمده است که شیخ محمد تقی شیرازی که با اشغالگران انگلیسی جنگید، در داخل عراق افرادی بودند که او را به مزدوری برای انگلیس متهم می کردند. این افراد برای مردم شناخته شده بودند و وقتی از ایشان درخواست می شد که شهریه آنان را قطع کنند، نمی پذیرفتند. این اخلاق، ایمان، صبوری، تحمل و متحد کردن مؤمنان و پرهیز از پراکندگی با وجود اختلاف نظرها و متفاوت بودن سلیقه‌ها سبب شد تا او بتواند به پشتوانه ملت عراق به مسافه بزرگترین قدرت روی زمین برود و بر آن پیروز شود.